سلام، با خبرهای این ساعت تولو و شبکه جهانی تولو نیوز خوش آمدید. امروز پنجشنبه 26 ماه جدی سال 1392 هجری خورشیدی و 16 ماه جنوری سال 2014 میلادی است. نخست سرخط مهمترین خبرها. تأکید شمار از نامزدان ریاست جمهوری بر امضای پیمان امنیتی با واشنگتن. اعتصاب زندانیان زن در اعتراض بر رهایی زندانیان بگرام. تظاهرات در واکنش به کشته شدن 7 کودک و 1 زن در قربان. رأی مثبت مصریان به قانون اساسی تازه این کشور. و کمکاری کارمندان دولت و زیان مالی آن. مشروع خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات از نهادهای امنیتی میخواهد تا درباره تأمین امنیت مراکز و محلات رایدهی صادقانه به مردم اطمینان بدهند. این کمیسیون میگوید که اگر اطمینان تأمین امنیت مراکز و محلات رایدهی به مردم یک اطمینان کاذب باشد، مسئول اصلی نهادهای امنیتی خواهند بود. در همین حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از نهادهای امنیتی میخواهد تا چگونگی آمادگی هایشان را برای تامین امنیت مراکز رایدهی به مردم توضیح بدهند. شکیلا ابراهیم خیل گزارش میدهد. بانک نهادهای امنیتی در گزارششان از تامین امنیت بسیاری از مرکزهای رایدهی اطمینان دادند، با این هم کمیسیون مستقل انتخابات یک بار دیگر از این نهادها میخواهد تا برای تامین امنیت مراکز رایدهی صادقانه اطمینان بدهند. سرال دیره چه ده امنیت مسئولیت ده امنیتی نهادونه ده او ده تاکون خپلوا کمیسیون تاکید به دیوانه دی هر حق سوی چه دی منگتا رسمن سپارلی دری والا نهادون رسمن دی که امضا کردی وزیر دی داخلی همدارنگ وزیر سیف دی دفاع رئیس د امنیتی ملي یا د دې نهادونو په نمایندګۍ باندې دا موږ ته لیږل شوی. زه امیدوار یم او همدارنګه غوښتنه مو دا ده چې د افغانستان خلکو ته موږ کاذب اطمینان ورنکړو، صادق اطمینان ورکړو، او هغه اطمینان مو څه ورکړی ده په مطمئنانه شکل باندې د ټاکنو ورځې امنیت تامین سي. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید مسئولیت تامین امنیت انتخابات به نهادهای امنیتی برمیگردد. تاکون خپلوا کمیسیون لوجستیکی مسئولیت لري، تخنیکی مسئولیت لري، د برگزارولو مسئولیت لري، اما امنیت یو مرکز ته تامینیږي، یا مواد انتقالات څه کیږي، یا کارمند ته تامینیږي، یا ناظر ته تامینیږي، یا رای د هنده ته امنیت تامینیږي، دا د امنیتي ارګانونو مسئولیت ده. او امنیتي ارګانونه اوس هم مسئول دي، بیا به هم مسئول وي او بیا به هم مسئول. در همین حال فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان نیز از نهادهای امنیتی میخواهد تا چگونگی تامین امنیت مراکز رایدهی را به مردم توضیح بدهند. مرجع مسئول و صاحب صلاحیت مسلکی برای ارزیابی وضعیت امنیتی یقینا نهادهای امنیتی افغانستان است. اما به خاطر ای که مردم بتوانند اعتماد کنند به این ارزیابی ها، نهادهای امنیتی کشور نیازمند هستند تا امو عناصر اصلی آمادگی هایشان برای مردم توضیح بدن. این در حالی است که بر بنیاد گزارش نهادهای امنیتی از 6845 مرکز رایدهی تنها 414 مرکز در بخشای ناامن و دشوارگذر بسته خواهند بود. این گزارش نشان می دهد که در شماری از ولایت های ناامن هیچ مرکز رایدهی در روز انتخابات بسته نخواهد بود. پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن نباید بازیچه قرار گیرد. شمار از نامزدان ریاست جمهوری و شورای ملی از شورای ملی و تمامی نهادهای مدنی میخواهند تا برای روشن شدن سرنوشت پیمان امنیتی دست به کار شوند. این نامزدان ریاست جمهوری میگویند اگر رئیس جمهور به بهانه تأمین حاکمیت ملی کشور امضای این پیمان را معطل گذاشته است، یک بار دیگر به اوضاع اقتصادی امروز کشور توجه کند که بسیاری از شهروندان از افزایش بهای مواد خوراکی به سطوح آمدند. با باور آنان با گذشت هر روز و تأخیر در امضای این پیمان دیده می شود که اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور بدتر می شود. صالح سادات گزارش می دهد.
واکنش ها درباره معطل گذاشتن امضای پیمان امنیتی کابل و واشنگتن از سوی رئیس جمهور کرزی هنوز هم ادامه دارند. هدایت امین ارسلان نامزد ریاست جمهوری امضای این پیمان امنیتی را بسیار مهم می داند و خواهان امضای بیدرنگ آن از سوی رئیس جمهور کرزی است. پیمان امنیتی البته بر افغانستان بسیار مهم است، چی از نگاه اقتصادی و چی از نگاه امنیتی، چرا ما ضرورت به کمک های اقتصادی هم داریم، به کمک های امنیتی هم داریم و مردم افغانستان هم اکثریت مطلقش ایره میخواه. چنانچه که میدانین که لوی جرگی مشورتی هم به میفیصله رسید تا این پیمان باید امضا شد. داود سلطانزو یکی دیگر از نامزدان ریاست جمهوری میگوید که به بن‌بست کشانیدن امضای این پیمان بیشتر از این به زیان مردم افغانستان خواهد بود. پس رئیس جمهور کرزی نباید اوضاع را برای امضای این پیمان پیچیده تر بسازد، زیرا به تأخیر انداختن امضای این پیمان بر اوضاع اقتصادی کشور اثرهای ناگوار بر جا گذاشته است. هر نهاد در افغانستان در مورد مردم افغانستان مسئولیت هایی داره، به شمول وزرای آقای کرزی، به شمول مشاور امنیت ملی آقای کرزی، به شمول وزیر خارجه آقای کرزی، به شمول پارلمان افغانستان، به شمول قضای افغانستان، به شمول نهادهای مدنی، همه ما مسئولیت هایی داریم، مخصوصا دولت افغانستان در نهادهایی که در او نهفته است. هر کسی که در رأس از این نهادها قرار دارن مسئولیت هایی دارن که اینا در رفع مشکل مردم افغانستان باید بپردازن. ما باید موضوعات چون توافقنامه امنیتی را بازیچه قرار نتیم و مردم افغانستان در این مورد مشغول نسازیم. مردم افغانستان مشکلات بسیار بزرگ و عظیم دیگه داره. این نامزدان ریاست جمهوری از رئیس جمهور کرزی میخواهند تا درباره این پیمان که به سرنوشت تمامی مردم افغانستان پیوند دارد از احساسات کار نگیرد، در این باره تصمیم عقلانه‌اش را اعلام کند. اما به تازگی معین وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا ابراز امیدواری کرده است که رئیس جمهور کرزی در آینده نزدیک این پیمان را امضا خواهد کرد. از 5 روز بدین سو ده ها زندانی از زن از زندان زنان کابل در پیوند بر رهایی از زندانیان بگرام اعتصاب غذایی کردند. این زندانیان میگویند صدها زندانی از زندان بگرام که متهم به جرمهای سنگین و هراس افکنی بودند از سوی حکومت رها شدند، اما به پرونده های زندانیان زن هیچ رسیدگی نشده است. این زندانیان میگویند تا هنگامی که حکومت مانند زندانیان بگرام به پرونده های آنان رسیدگی نکند، آنان از اعتصاب دست نخواهند کشید. در همین حال مسئولان از زندان زنان کابل میگویند که این خواست زنان زندانی با مقام ها در میان گذاشته شده است تا به آن رسیدگی خواهد شد. در این باره هم شکیلا ابراهیم خیل گزارش میدهد. با شنیدن خبر اعتصاب غذایی زنان زندانی کابل، برای دانستن انگیزه اعتصاب آنان سری به این زندان زدیم. اینجا زندان زنان کابل است. در این زندان بیش از 200 زن و دختر زندانی هستند. این زنان و دختران از 5 روز بدین سو اعتصاب کردند و خواهان عدالت هستند. این زندانیان سالها را در پشت این میله ها گذرانیدند. رهایی زندانیان بگرام و بررسی پرونده های 88 زندانی خطرناک زندان بگرام واکنش های تند آنان را برانگیخته است. این زن که مادر 5 کودک است و محکوم به اعدام شده است میگوید که یا رها شود و یا حکم اعدام بر وی عملی گردد. پرونده‌ای نمنا که بررسی میشه بیگناه اثبات میشه، ما متوشیم. زهرا زن دیگری است که اونیز مادر 5 کودک است. وای که خود میخواهد تا چهره اش نشان داده شود از حکومت خواهان عدالت است. خواسته های مزرعه جمهوری است که وقت 600 نفر از بگرام علاقت 10-15 نفر اعدامی را چند 80 نفر از بگرام علاقت، آیا چرا در باره خواهرای خود، در باره یتیمای جامعه چرا تصمیم نمیگیرند؟ این زندانی دیگری است که اشک میریزد و خواهان عدالت است. چرا ما از زندان بگرام کدام جرم بالا کردیم؟ بر ما خیرات وار یک تخفیف بتن. صرف ما از کرزی صرف خیرات میخواییم. دیگه هیچ چیز نمیخواییم. صرف به ما خیرات بتن. صرف به مادرها دل بسوزنن. بر ما یک تخفیف درست بتن. شماره از این زندانیان میگویند که برخی از زنانی که به اتهام انجام عمله های هراس افکنانه بازداشت شده بودند به گونه بیدرنگ رها شدند، اما به پرونده های این زنان هیچ رسیدگی نشده است. یک زنی که در اینجا در زندان در پیش چشمای خود ما
خودش قصه میکرد و جرمش همینطوری بود به ثبوت شواهد او را گیر کرده بودند او را تبادله کردند. زنی که در نتیجه اعتصاب غذایی حالتش بدتر از دیگران است و بستری شده است و کودکش نیز در کنارش است میگوید که جرم را همسرش مرتکب شده است اما کیفرش را او میبیند. 5 سال قید دارم، 3.5 سال تیر کردم. من نه دخترم تخفیف داده نه خودم تخفیف داده، جرمم شوارم کرده. در این زندان چشمم به پیرزنی افتاد که 80 سال عمر دارد و نیز با چشمهای اشکبار خواهان عدالت است. ما یه نمی از جمهور رئیس می خواهیم که در یه نمی شو به سبیر سبیر سر ما بسایم کنم ما را بالی از خدا کلاس کنم خانه ما کن پس بچی ما بیزده یک خدا یک در بچه دارم. این زن میگوید که به اتهام کشتن همسرش زندانی شده است در حالی که همسرش زنده است. مقدم به قتل شوارم هستم، شوارم زندان، شوارم دیگه نامزد شده روسیش نمیروز روسیش هست. چرا دولت از زنها بخصاص نمیکنه؟ کدام زن حقوق زن، کدام حقوق سیاسر هیچ پرسان نمیشه، هیچ از ما پرسان سوال نمیشه. ما در زندان آوردین انداختین هیچ بخصاص پرسان از ما نیست. در حال حاضر بیش از 230 زندانی با جرمهای گوناگون به ویژه قتل، آدم ربایی، قاچاق مواد مخدر، فرار از منزل، فساد اخلاقی و جرمهای دیگر در زندان زنان کابل زندانی هستند. دکتر عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری بر انتخابات شفاف و همه شمول تاکید می‌ورزد و می‌افزاید که باید از رأی مردم نظارت جدی شود. محمد محقق معاون آقای عبدالله میگوید که افغانستان با بحران‌های بسیار روبروستا برای از میان برداشتن این بحران‌ها باید از همین اکنون چاره سنجید. آقای محقق این بحران‌ها را میراث‌های برجامانده از حکومت کنونی میداند. کریم امینی گزارش میدهد. در اینجا شماری از رهبران سیاسی و اعضای مجلس نمایندگان برای گرامی داشت از زادروز پیامبر اسلام گرد آمدند. اما رفته رفته سخنان این نشست سیاسی می شوند و با مسئله انتخابات می آمیزند. وقتی که ما بخواهیم با رأی خود انسانهای فاشیست، انسانهای ضد عدالت را، انسانهای منطقه‌گرا و قوم‌گرا و مذهب‌گرا که نتواند چارچوب مناسبات مناسب را برای مردم افغانستان در چارچوب الیکشن و انتخابات او را برگزار بکنه، فردا مقصر خود ما هستیم. دکتر عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری نگرانیش را درباره سرنوشت آرای مردم در انتخابات مطرح می سازد. همه قدر می گویم که انتخابات بسیار مهم است، سرنوشت است. برین با پای صندوق ها از رأی نظارت کنین، رأی تان کس به جیب خود نزنن، دوباره تقلب سرنوشت رقم نزنن. اینه که به کی باز رأی می تین او اختیار خودتان. محمد محقق معاون آقای عبدالله اما میگوید که افغانستان با بحران‌های بسیاری روبروست. آقای محقق ناامنی‌ها، هراس افغانی، فساد اداری، اقتصاد شکننده و بیکاری، مواد مخدر و افزایش معتادان و مهاجرت‌ها را از بحران‌های خطرناک در افغانستان می‌داند. 7 بحران سر راه مردم است و ایران نتانسته حکومت قبلی برداره بلکه زیاده بشده. 7 خان رستم، 7 دریا، دریا، دریای خون، دریای آتش، دریای آب، دریای تاریکی، مشکلات های فراوان پیش روی است که باید آینده ای برداشته شود. به همت ملت افغانستان این باید برداریم. در اینجا تاکید شد که برای از میان برداشتن این چالش ها در کشور و رهایی از پسمانی ها و رسیدن به کشورهای پیشرفته باید سرمشق کارها آموزه های دینی قرار داده شوند. شمار از باشندگان ولسوالی سیاهگرد در غربند ولایت پروان در واکنش به کشته شدن 7 کودک و 1 زن در بمباران نیروهای خارجی دست به تظاهر زدند. تظاهر کنندگان که پرچمهای طالبان را با خود داشتند راه غربند بامیان را برای مسافران بستند. شریف امیری گزارش می دهد. هنوز هم قصه های غربند با جنگ و خشونت آمیخته هستند. قصه هایی که پیشینه درازه ندارند. اما در همین چند سال زندگی مردمان این دره ظاهرا تنگ و باریک را با دلهره و کشت و خون عجین ساخته است.
در این فصل آرام و دور از جنگ، اما هنوز هم بخشای از غربند در آتش جنگ می سوزند و زنان و کودکان این دره قربانی گرفته می شوند. هدف من دیدار از خانواده هایی هستند که کودکان و زنانشان را در عملیات نظامیان خارجی دو شب پیش در ولسوالی سیاگرد از دست دادند. اما در نزدیکی های ولسوالی سیاگرد با گروهی روبرو شدیم که پرچم های طالبان بر دست داشتند و ما هم شتاب زده برگشتیم و اینجا با نظامیان افغان سر خوردیم. اتمن از اتمن از ولی ما چطور بشناسیم در بین از یا باشه اکثریت از اینا مثل استخبارات واری کار میکنن. وی که بیرق هم بالا میکنن؟ وی که بیرق هم بالا میکنن اتمن خو یا به نفع طالب یا به ایچی به نامدگی دولت کار میکنن یا اتمن طلبدار طالب هست. تنها همین ماهواره های مخابره از وضعیت این جاده آگاهمان میسازد و اجازه رفتن به سوی سیاگرد را این نظامیان به ما نمیدهند. تایره در داده بودن، بیرقای سفید بالا بود، باز احساس خطر کردیم، پس در خوردیم. راه بسته است، اما باید خود را به آخرین نقطه بندش این جاده برسانیم و دوباره به سوی ولسوالی سیاگرد برافتادیم. در این مسیر دیگر از رفت آمد موترها خبری نیست، اما در دور دست ها پرچم های طالبان خودنمایی می کنند، جاده را بستند و آتش افروختند. اینجا بازار اشتر شهر است، جایی که دیگه آخرین نقطه‌ای که نیروهای امنیتی افغان به مسافرین و به تمامی کسایی که در این مسیر رفت آمد میکنن اجازه میتن و درست در چند قدمی از این بازار اشتر شهر هم یکنون هم تظاهرات به گونه بسیار جدیش ادامه داره و گفته شده که بیرقای طالبا هم با خودشان امرایی میشه. نظامیان افغان هم برای خطرهای احتمالی در مسیر این جاده آماده میشوند. و سرانجام رسیدیم به جایی که تظاهر کنندگان با برافراشتن پرچم طالبان به تظاهراتشان ادامه می دهند و این مسیر هم برای رفت آمد بسته کردند و همه مسافران در این مسیر هم گیر ماندند و انتظار می کشند. قرار نیست به این زودی ها این راه باز شود و تمامی رویاهای من برای دیدار از قربانیان این عملیات در ولسوالی سیاگرد به کابوس مبدل شدند و ناگزیریم به کابل برگردیم. ادامه خبرها. بیش از 90% از شهروندان مصر به قانون اساسی تازه این کشور رأی مثبت دادند. مقام های انتخاباتی مصر میگویند که نتایج نخستین همه‌پرسی درباره قانون اساسی تازه این کشور نشان دهنده پشتیبانی قاطع مردم از این قانون است. این مقام ها میافزایند که به زودی قانون اساسی تازه جاگزین قانون اساسی اسلامگرای حکومت محمد مرسی خواهد شد. این همه‌پرسی با موج از مخالفت ها و اعتراضات نیز همراه بود. در جریان این اعتراضات 9 تن کشته شدند و 400 تن دیگر بازداشت گردیدند. نتایج نخستین همه‌پرسی روزهای سه شنبه و چهار شنبه درباره پیشنویس قانون اساسی تازه مصر به روز پنج شنبه اعلام گردید. مقام های امنیتی مصر میزان مشارکت در این همه‌پرسی را 55% می‌دانند و می‌گویند که نزدیک به 90% از رای دهندگان واجد شرایط به قانون اساسی تازه رای مثبت دادند. انشاءالله گام بعدی از سوی رئیس جمهور عدلی منصور برداشته می شود و وی تصمیم خواهد گرفت که در نخست انتخابات پارلمانی برگزار شود یا ریاست جمهوری. اما من فکر می کنم انتخابات پارلمانی نخست برگزار خواهد شد. پس از آن کشور ما به ثبات دست خواهد یافت و اعتراضات پایان خواهند یافت. هر کسی که نامزد شود مصریان برایش رأی خواهند داد و رئیس جمهور خواهد شد. پیشنویس قانون اساسی تازه مصر از سوی یک کمیته تدوین شده است که لیبرال ها در آن بیشتر نفوذ دارند و این قانون بر جدایی دین از سیاست و ایجاد یک نظام دموکراتیک تاکید دارد. پس از سرنگونی حکومت محمد مرسی این نخستین انتخابات در مصر است. جنبش اخوان المسلمین و هواداران محمد مرسی این همه پرسی را تحریم کردند و میگویند که مرسی هنوز هم در نزد آنان رئیس جمهور منتخب است، زیرا وی توسط کودتای نظامی از قدرت برکنار شده است. و این هم چند خبر اقتصادی. به گونه تخمینی افغانستان سالانه 100 میلیارد افغانی به علت کمکاری کارمندان دولت، بیکاری مخفی کارمندان دولت و تورم تشکیلاتی زیان می‌بیند. مسئولان اتاق تجارت و صنایع می‌گویند که کمکاری بسیاری از کارمندان دولت اقتصاد کشور را به گونه جدی صدمه می‌زند.
در همین حال مسئولان اداره مرکزی احصایه میگویند که افغانستان روزانه مبلغ هنگفت را بدون هیچ گونه تولید کار در اداره های دولتی از دست میدهد. شهلا مرتضایی گزارش میدهد. مسئولان اتاق تجارت و صنایع میگویند که سالانه در حدود 40% از بودجه عادی دولت به علت کمکاری بسیاری از کارمندان دولت هدر میرود و نیز کسانی که برای انجام کارهایشان در نهادهای دولتی به علت این کمکاری ها معطل میشوند به گونه مجموعی سالانه در حدود 30 میلیارد افغانی خساره مند میشوند. این مسائل متاسفانه بسیار زیاد است و مجموعه زیر که شما بسنجین یکی از عوامل پسماندگی ما در کنار سایر دلایل امی مثلا هم هست که این امکانات اقتصادی را وقت اقتصادی را هدر میده. مسئولان اداره مرکزی احصایه نیز کمکاری کارمندان دولت را صدمه بزرگ بر اقتصاد کشور میدانند. هر کارمند اگر ما به حساب ساعتوار ما تقسیم بکنیم فرض میکنیم که در هر ساعت 200 افغانی نام آید بر خود خلق میکنند. اگر یک کارمند 2 ساعت میاد 400 افغانی در حقیقت ضرر است. آیی کارگر اگر کارمندار ما ضرر بزنیم به 1000 اگر ضرر بزنیم به 10000 به 100000 میبینیم که یک مبلغ بسیار بزرگ را ما در قد عدد زدیم که هیچ تولید صورت نگرفته. از این لحاظ بر پیکر خود اقتصاد افغانستان هم یک ضربه بسیار شدید است. خودشان رخصتی میکنن هم کارمندان خودم میگذارن نوکر و چاکر خودم میگذارن. برو کسی آمد بگو رئیس صاحب فلان جا رفته یا مریض است یا مهمان داره فلان است. بیام چې دلته وزارت ته یا ریاست ته لاړ شي او ضرورت کار وي څوک ورته امضا قدریم نه کوي که موجود وي هم کار نه کوي که نه وي خو هغه نه وي. از 2001 برای صرف تمام چاشت است. اونا از 1 تا 2 یا 2.5 نان میخورن. ما خیلی چه وقت کار خدا کنم. در همین حال وزارت کار و امور اجتماعی نیز دیر آمدن و زود رفتن کارمندان دولت را جفای بزرگ به مردم و اقتصاد میگوید. این یک جفای بسیار کلان است. هم کاری صورت نمیگیره و هم این که یک بودجه برای بابت معاش از او در نظر گرفته میشه که ماهوار رو معاش میگیره. قطعا آسیب پذیری اقتصادی و مالی داره و اجتماعی. دولت 8 ساعت کاری را برای کارمندان تعیین کرده است. اما به باور بسیاری از باشندگان کابل که به دفترهای دولتی مراجعه کردند، بسیاری از این کارمندان با 1 ساعت تأخیر به کار آغاز می کنند، 1.5 ساعت به خاطر غذا و نماز کار نمی کنند و 1 ساعت زودتر از زمان رخصتی کارشان را رها می کنند که این کار گذشته از هدر رفتن بخشی از بودجه عادی دولت ضربه بزرگی به اقتصاد کشور وارد می کند. بیننده های گرامی رویدادهای ورزشی خبرهای امشب را همکارم سمیر رسا تقدیمتان میکند. آقای رسا تشکر میکنم. سلام دوستان، این هم چند رویداد ورزشی. در تازه ترین رده‌بندی فیفا تیم ملی فوتبال افغانستان 2 پله صعود کرد. افغانستان که در مکان 140 جهان قرار داشت اکنون با 2 پله صعود در مکان 138 جهان قرار گرفته است و در آسیا نیز 23 است. این در حالی است که دوشنبه همین هفته فوتبال افغانستان جایزه بازی‌های منصفانه فیفا را به دست آورد. در رده‌بندی تازه فیفا اسپانیا صدرنشین است، آلمان و ارجنتین دوم و سوم هستند و در آسیا ایران در مکان نخست است. تیم ملی کرکت از سوی مردم و مسئولان محلی ولایت خوست ستایش شدند. هنگامی که تیم ملی کرکت به میدان هوایی خوست رسید، شمار زیادی از ورزش دوستان برای تشویق آنان گرد هم آمدند. والی خوست میگوید در آینده نزدیک یک میدان ورزشی برابر با معیارهای جهانی در این ولایت ساخته خواهد شد. چاپاندازان ولایت پنشیر یک در رقابت‌های بزکشی را در میدان بزکشی سفید چیر برگزار کردند. این رقابت‌های یک روزه با حضور 100 چاپانداز از مرکز و ولسوالی‌های این ولایت برگزار شده بودند. مرحله دهم رقابت‌های رالی داکار در چیلی برگزار شد. در رقابت‌های موتررانی ناصر العطیه قطر در مکان نخست قرار گرفت و استفان پیتر هانسل و نانی روما دوم و سوم شدند. در رقابت‌های موتر سایکل رانی خان باردا از اسپانیا در مکان نخست است. رقابت‌های تنس آزاد استرالیا نخستین گرند اسلم سال 2014 با چند دیدار در ملبورن پیگیری شد. در مهمترین دیدارهای رقابت‌های 22 میلیون دلاری و در بخش مردان رافائل نادال تاناسی کوکیاناکیس را پیش رو برداشت و در بخش زنان ماریا شاراپوا کارین نپ را شکست داد.
در ادامه رقابت های دور برگشت از مرحله 1/8 نهایی جام حذفی اسپانیا، رئال مادرید 2-0 اوساسونا را شکست داد. برای رئال مادرید کریستیانو رونالدو و دیماریا گلزنی کردند. در ادامه رقابت های امشب بارسلونا در برابر خطافه وارد میدان می شود. چگونگی هوای فردا را همکارم تقدیمتان می کند. فردا کابل نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 5. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 0. کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 1. جلال آباد نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 6. و شهر هرات نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 2. این بود خبرهای این ساعت. خدا نگهدار.